فردی از من پرسیدن من معمولا آدم آرومی هستم اما از دو ماه پیش که خانمم کرونا گرفت تا الان همیشه استراب دارم و منتظرم یک چیز خیلی بدی پیش بیاد البته خوشبختانه ایشون حالشون خوب شد اما استراب من کماکان جای خودش باقی مونده نمیدونم چه کار کنم هر کس دیگه ای در چنین جوی اگر شما قرار گرفته باشین که بیماری کرونا یک جورایی معادل با مرگه میتونه خبر اینکه خانم شما کرونا گرفتن و بیمار شدن اولین چیزی رو که در واقع شما باش مواجه شدین احتمال خطر مرگ ایشون بوده یعنی شاید یک جورایی مقابله با مرگ با نیستی با نبودن و من نمیدونم شما بچم دارین یا نه چون اگر فرض کنید زوجی هستین که بچم داشته باشین غیر از اینکه نگرانی که من اگر همسرم رو از دست بدم چه اتفاقی برای من میفته این که چه اتفاقی برای خانواده میفته من چطور میتونم بدون همسرم بچه هامو بزرگ کنم چطور میتونم از نظر اقتصادی این خانواده رو بچرخونم من نمیدونم همسرتون مثلا ناناور خانواده بودن یا اینکه کار نمیکردن ولی به هر صورت مسائل اقتصادی هم هست و همه این در واقع ناعتمینانی ها و نگرانی ها باعث شده که شما بعد از اینکه حتی خانمتون بیماریشون خوب شده و به سلامت خودشون یافتن این نگرانی ها ادامه داشته باشه و شاید در واقع وقتی ما با برگ دیگران و احتمال مرگ دیگران رو برو می شیم یک چیزی توی ما تلنگر میخوره که کلا با پدیده به اسم مرگ روبرو میشیم اینی که میتونیم فکر کنیم که من هم میتونم می میتونم یک روزی نباشم با مرگ خود خودم هم روبرو میشم میتونم فکر کنم که یه روزی ممکن این بیماری من رو هم از بین ببره و من تو این دنیا نباشم یا کسای دیگهی که دوست دارم از بین ببره یا بچه هام رو یا پدر مادرم رو یا خواهر بردارم در نتیجه اگر زندگی یه رودخونه آرومی بوده تا الان یک دفعه یک موجی توش ایجاد شده که به شما یک احساس خطر داده و با اینکه این, این موجرت شده در حال حاضر شما همینطور در واقع این احساس خطر رو میکنید در واقع دچار یه بحران اگزیستانسیالیستی شدید هستیگرایی فکر میکنم شدید یه چیز دیگه ای که در, در واقع میتونه تاثیرگذار گذار باشه من اگر به جای شما بودم سعی میکردم که ببینم که یه ذره برگردم به عقب ببینم که در گذشته آیا هیچ وقت من توی همچین شرایطی قرار گرفتم یا نه آیا احتمال اینی که مثلا فرض کنید من نزدیک بوده یکی رو از دست بدم یا خودم یا یکی از عزیزانم یا پدر مادرم یا کسی در گذشته در خطر مرگ بودن یا مثلا تصادفی کردن یا نزدیک بوده از بین برن چه چیزی توی من در واقع تکون خورده چه چیزی در من بیدار شده و چطور هستش که من نمیتونم بعد از اینکه حتی میبینم که خانمم یا همسرم یا شوهرم درمان پیدا کردن خودم رو از این استراب در واقع یک جورایی رها بکنم امکان اینی که شما کلا آدمی باشید که خیلی اوقات خیلی از مسائل رو سعی میکنید که یک جوری با ندیدن ندیده گرفتن و بهشون فکر نکردن یک جورایی ازشون بگذریم و دچار استراب نشین ممکنه بوده و این بار در واقع این بیماری یک جورایی شما رو در مقابل یک چیزی قرار داده که نتونستید بخواین در واقع نادیدش بگیریم مثلا ممکنه از اونجایی که در واقع همسر شما بوده و باهاش روبرو بودید در واقع خطرش رو بیشتر احساس کردین خیلی از افراد هستن که الان تو این شرایطی هستن که خیلی سعی میکنن ریلکس باشن مثلا خیلی جدی نمیگیرن قرنطینه رو یا اصلا بیماری رو نمیگیرن جدی ترجی میدن اصلا ندونن که بیماری چقدر باعث کشتن از بین بردن آدما شده یا آیا قرار کی براش واکسن پیش بیاد سعی میکنم اطلاعات نداشته باشن برای اینکه ندونستن یعنی نگران نشدن ولی وقتی یکی از افراد فامیل آدم در واقع بیمار میشه به هر صورت این خیلی فرق میکنه شما دیگه نمیتونید خودتون رو به ندونستن بزنید مجبورید با اون شرایط در واقع اینجوری کنار بیاین و اگر در محیطی هستین حالا مثل ایران احتمالاً که در واقع کرونا مدتی اونجا شروع شد و خیلی در واقع تلفات داد افراد زیادی جون خودشون رو از دست دادن شنیدن آمار مرگ و میرها دیدن اینی که در واقع یک دفعه بیمارستان ها پر از افراد کرونایی شدن و پزشکان و کار درمانی ما غافلگیر شدن به طوری که خیلی از پزشکا جون خودشون رو از دست دادن به نظر من این میتونه تاثیر گذاشته شما رو گذاشته باشه و در واقع این احساس استراب شما رو یک مقدار دامن زده باشه مثل که مثلا فرض کنید شما وقتی میبینید که پزشکان یک جامعه نمیتونن خودشون در مقابل یک ویروسی حفاظت کنن اعتمادتون رو به این که بتونید یک نفر جون شما رو نجات بده دست میدین یعنی انگار شما در واقع اون حس امنیتی که دارید چون افراد همیشه میگن خب ما مریض میشیم میریم دکتر و رفتن دکتر یعنی چی یعنی که احتمال درمان پیدا کردن و شفا یافتن وقتی میدیدیم که روز به هر روز دارن عکس دکترها و پرستارها و اعضای کادر درمانی رو میذارن به عنوان کسایی که جونشون از دست دادن من فکر می کنم که استراب افراد به چندین برابر می رسید به خاطر اینکه احساس می کردن خب کجا ما میتونیم از دست این ویروس در امان باشیم و اگر مبتلا شدیم چطور میتونیم؟ در واقع بتونیم نجات پیدا بکنیم درمان پیدا کنیم و من فکر می کنم که شما با یه همچین چیزی رو برو شدین و یک چیز و یک استراب زیادی رو تو شما ایجاد کرده و الان شاید این مقدار پس لرزه های اون زلزله که تو زندگی شما ایجاد شده است یه ذره زمان نیاز دارید که بتونید خودتون رو جمع کنید